بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. از زمانی که استقلال قهرمان شده ما یه پا آخوند همیشه قهرمان. آفرین آفرین، همیشه قهرمانه. پرسپولیس از این شما متاسفانه. بله تبا من بال نگاره ایمان چه تیمی خوبه؟ رئال مادرید. تبریک میگم برای اولین بار استقلال تو نسل تلویزیون های اولد و قهرمان شد. اه؟ بدون باخت. نه. آفرین 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 آفرین. از زمانی که تلویزیون سیاه‌سفید بود تا الان تلویزیون های نسل جدید پرسپولیس تو قهرمانی آسیا دیده نشده. آره. من دانش آموز بودم، درس می‌خوندم، بازنشسته شدم، پرسپولیس قهرمان نشد. آقا ناراحتش نکن. آقا استقلالیه. آره. خب. بله بله بله. خیلی خوب. بچه‌ها سوالی اشکالی ایرادی دارید شما جایی؟ آقا ما هستی اشکال سلام. نه سلامو ولشون دیگه. تمام. یک شنبه تا الان همشون چه سوالی ایرادی؟ خوب کاری کردی. آقا سوالی تواتمایی نداری؟ نه من همراهم نیست. ببین جایی که آزمون دادی تموم شد بذاری کنار، اون سوال مخصوص خودشه. مثلا جایی که میخواین آزمون بدید سوالای اونا رو مثلا سوالای قبل حل کنید بهتر از اونه. خیلی خوب، من چند تا یک کتاب به مبتکران بدید به من. خب مرور کنیم فصل ها رو. جمع و تفریق اعداد گویا امیر چند تا علوم داریم اگه نداری که برو اونجا هست بیارون سواله. این بهتر از این تستی جمع و تفریق شکمی. خیلی خوب آقای امیر عباسان، توی جمع و تفریق عبارت های گویا شما باید مخرج مشترک بگیر. در مخرج مشترک ابتدا باید چیکار کنیم؟ فرضاً مخرج ها رو چیکار کنیم؟ اول باید تجزیهش میکنیم. اول مخرج ها رو تجزیهشون میکنیم ببینیم که آیا عامل مشترک دارن یا نه. سوال حاصل عبارت های زیر را به دست. چون از خودم بدم ممکنه جوابش یه جواب خوشگل نباشه. خب جمع و تفریق. نه همون این خوبه. آره این برای دوره خوبه. x به علاوه 35 بر روی x به توان 2 منهای 25 به علاوه 3 بر روی x به علاوه 5. خب دیگه یه نفر اینو جواب بده ببینم کی بلده. کتاب تو بذار کیفت کن. آره اتحاد مزدوج استفاده میکنیم ولی مخرج مشترک باید بگیریم. خب یه مثال زده کتاب درسی بچه داریم؟ بدون عید در آوردی؟ خیلی خونه حل میکن. بیایی یکیتون بیایی ببینم
آقا با این قرمز بنویس. بنویس قرمز. خب صورت سوال رو نگاه میکنی مشخصه که این مخرج اتحاد مزدوج داره، زیرش زیرش تجزیه شده نیست، زیرش با اون اونجوری نه. ببین این ماجیک با این قسمت تیزش نمی نویست اینجوری بنویسی می نویست، شما با اینجاش می نویسی اینجوریه. آها x به علاوه 5 در x منهای 5 مشترک. خب عامل مشترک که اینه. بله اینو ضرب داره مخرج این و پس یه خط کسری بکش جلوش یه ذره بزرگت. پس عامل مشترک نه اول مخرج رو بنویس بعد صورت باید ضرب بشه. x به علاوه 5 در x منهای 5. خب صورت مشترک اینه پس صورت رو ضرب در x منهای 5 میکنی. خب میشه 3x. اولی رو چیکار میکنی؟ بس x به علاوه مثلا اولی خودش رو مینویسی؟ اولی خودش نوشته میشه چون مثل اینکه در 3x چون ضرب کردیم سه را در ایکس منهای پنج ضرب سه منهای پونزده پونزده مساوی بذار مساویه با چهار ایکس به علاوه بیست مخرج هم پرانتزا رو بنویس. همینه جوابش؟ همین. خب همین اون به علاوه رو درست بنویس. حالا بیا یک کاری کن. نه صورت رو از چهار از یه چهار فاکتور بگیریم. نه پس میگیم چهار پرانتز x به علاوه 5 تقسیم بر x به علاوه خب مساویه چهار بر x به علاوه 5. مرسی. آره یه 25 صدم کم میشه. 25 صدم مثلا بارونبندی معلم داره ولی اون طبق استانداردش 25 صدم کم میشه. اونی که شما اونور نوشته بودی ساده نمی کردی. درست شد. خب پاک کنم بچه ها. ببین بچه تبا اینجا نشستی سوالاشون باز کن بپرس. آقا مهری سلام. سلام علیکم. آقا مهری سوال داشتم اگه توی مخرج یکم مخرجا بیاد x به علاوه 3 تو مخرج بعدی x بیاد اونجا باید چیکار کنیم؟ مخرج رو ضرب میکنیم دیگه. یعنی تو هم ضربشون کنیم درست هم میاد؟ یعنی دیگه ما تو عددا هم همینطور ده وقتی که مشترک نداشتن که میشه ضربش. باش بعد آقا اگه منظورتون از آسیا کوپا امجدی است که بله خب قهرمان شدیم ولی تیمی که تا حالا یک چهارم آسیا هم نیده دیگه قهرمان آسیا. نه آقا اگه کوپا امجدی منظورت باشه ما قبول داریم ولی اگه تیم خیلی خوب نه این کار نکن. خب اون موقع پرسپولیس نبوده دیگه. پرسپولیس تیم دیروز امروزیه میگه مثلا اون موقع پرسپولیس نبوده. هم نداره. خب ببین امیر عباس این سوال که توی کتابم هست من بنویسم سوال الف صفحه 122 خب n منهای n به توان 2 بر روی n منهای n یک بر روی m به توان 2 بر روی n به توان 2 منهای m به توان. خب ما اینو میتونیم اگر جلوش مساوی بکشیم یه خط کسری داریم دیگه درسته؟ یه خط کسری داریم این خط کسری رو بکشیم جلو صورت را جدا مخرج مشترک بگیریم
اگر این شلوغ متوجه نمیشین اشتباه میکنید، بنویسین جواب صورت. خب ان منهای ان دو بر روی ان منهای ان. خب یه نمونه شل کردیم، مخرج یک میدیم، مخرج مشترک میشه ان منهای ام. خب این ذره داره ان منهای ام میشه، صورت و مخرجش میشه ان دو منهای ان ام منهای ان دو مساوی ان منهای ام. این ان دو با این ان دو قرینه میشه، میمونه منفی ان ام. اگر اونجا می نوشتید میشد همینو میتونستیم بنویسیم. خب بنویسیم مخرج مشترک بگیریم n منهای m n2 منهای nm منهای n2. این بیان ساده میشه، مخرجش هم به همین صورت جواب مخرج. جدا نوشتید نمیخواد مثلا اونجا بنویسید، من میگم آقا اینجوری میشه نوشت، اینجوری هم میشه نوشت، مخرجش میشه n2 منهای m2. چون ضرب در یک میشه خودش رو می‌نویسیم به علاوه ام دو. اینجا هم اگر می‌خواستیم بنویسیم همین کار انجام می‌دادیم، ان دو منهای ام دو مخرج مشترک، ان دو منهای ام دو به علاوه ام دو. ام دو با ام دو قرینه میشه، میشه ان دو بر روی ان دو منهای ام دو. اینجا هم تونستیم کار انجام مساوی. حالا اینجا اگر اینم نوشتید باید اینا رو بیارید جلوی مساوی بنویسید. حالا من اینو میگم ننویسیم، اگر کسی جلوش میخواد میتونه بنویسه، همون جلو کافیه. رضا سوال نداشت، رضا دست بلند کرده این حرف رو بده. سوال اونم خب اونو میگفتش که یه مدر زایه میشده. خب الان میمونه چی؟ صورت میمونه این M یا NM یا MN، فرقی نمی کنه، بر روی NMN های M. خب این مخرج من تجزیهش می کنم، این هم که با این تجزیه میشه، میشه N بر روی این N2 من های M2 رو تجزیهش می کنم. اینجا میشه ساده کرد، ولی شما چون اشتباه می کنید کدوم با کدوم ساده کنیم بهتره، بیاین دور در دور ضرب کنید، صورت بنویسید. غلط نمیشه، منفی یادم رفته بنویسم. آقا خب منهای ان ام ضرب داره ان منهای ام در ان علاوه ام، نزدیک در نزدیک هم مخرج ان در ان منهای ام. الان اینجا دیگه ساده میشه، ان منهای ام با ان منهای ام ساده میشه، میشه یک. n با n ساده میشه یک، جواب میمونه منفی m در n به علاوه m. حالا اینم اگه ضرب کنیم میشه منفی m n منهای m دو. خب به اینا میگن عبارت های مرکب، یعنی صورت و مخرجشون جدا یک مخرج مشترک میخواد. خب صورت و مخرجش جدا مخرج مشترک میخواد. معمولا نمیگم 100%، امتحان خرداد از این سوالا نمیده، نه اینکه خیلی سخته چون طولانیه، به این سوال نمیتونن بیان 3 نمره بدن، که سوال به این طولانی هم نمیتونن یه نمره به آقای بختر طراح سوال حتما مگه آخه اون اشتباه گفتنش. الان یه دانش آموز میره مثلا یه فصل رو نمیخونه، بارمش مثلا معادل خط. خب بعد میاد تو امتحان میبینه معادل خط سوالش ساده اومده، اون فصلی که رفته خونده سوالش سخت بوده نتونسته بیاد. از هر فصلی سوال میاد، الان مثلا این دو نمره این یک و نیم نمره یک چه فرقی میکنه؟ اون برای کسانیه که نمیخوان همه رو بخونن، میخواد نمره 10 بگیره، بگه من چجوری به این 10 برسم. اون دانش آموزی که میخواد بالای 17 بگیره باید همه رو بخونه، چه فرقی میکنه؟ دو نمره باشه یک هفته باید بلد باشید، الان شما این دستگاه باید بلد باشید، چه فرقی میکنه یه نمره بدن یا 75 صدم بدن؟ شما باید حجم کره هرم اینو باید بلد باشید، چه یه نمره چه یک و نیم نمره. اینجوری نیست که مثلا یه سوال 5 نمره داشته باشه یه سوال 2 نمره. بارون برای دبیرستان دانش آموز یک درس رو نمیتونه یاد بگیره، بعد میاد
نه اون برای این مقطع اشتباه، اون همشون اشتباه میکنن، میرن اون درسایی که به نظرشون بارمش مثلا کمه نمیخونن دیگه. ما یه لول بالاتر هم هست، میاد میگه که بچه ها 5 نمره از ترم یک، اصلا ترم یک رو کاری نداشته، بری ترم دو رو بخونی، تو ترم دو هم اگه هندسه بهش برخوردید ولش کن. ببین هندسه برخورد کنید یه کره میدن، یه دانش آموز فرمول حفظ کنه، یه عدد گذاریه، فرمول بنویسی یه نمره میگیری، عدد گذاری کنی یه نمره میگیری، ضرب کنی غلط باشه از یه نمره 25 صدم از دست میدی. خب اما شما مثلا چی میخوای بخونی؟ رادیکال میخوای بخونی، ممکنه سخت‌تر باشه. تو این وقت بارومتر خب اداره میده که آقا شما والا بخواید سوال ترک کنید هفتم هشتم نهم از هر فصلی چقدر باید باشه. خب تأثیری نداره، همیشه یادتون باشه درسی را که نمیخونید ممکنه اون درس از اون درس ساده ترین سوال از اون بیاد، ممکنه شما میرید یه درس رو بیشتر وقت میذارید سخت ترین سوال از اون بیاد نتونی جواب بدی. یعنی 20 نمره تشکیل شده است از یک مثلا سومش ساده، یک سومش متوسط، یک سومش بیشتر، یه دونه دو تا سوال ممکنه نسبتا سخت باشه. خب حالا شما بارها اینو هم تو سوال دیدیم، هم دانش آموز بودیم میدیدیم اگر ما یه دونه فرمول حفظ میکردیم سوال رو حل میکردیم، یا اگر مثلا معادله خط برای خیلی سخت اگر یه دونه رسم خط من انجام میدادم خب حتما نمرش رو میگرفت. خب برای کل دارم میگم الان نرید این کار کنید این فصل رو ول کنم فصل رو ول کنم همه رو بد. خب بچه سوالی هست از اون هم حل میکنیم، معادله خط هم حل میکنیم. ببینید رادیکالا جمع و تفریق نمیشن، رادیکالا باید عدد زیر رادیکالشون خب مثل هم باشه تا ما اینا رو ضریب هاشون رو جمع و تفریق کنیم مثل عبارت های جبری. خب مثلا رادیکال دو با رادیکال سه هیچ جوابی ندارد، جواب ندارد، نه جواب نداره. خب اما اگر 5 تا رادیکال دو داشته باشم به علاوه 3 تا رادیکال دو 8 تا رادیکال دو. بعضی مواقع خب اینو ما میخونیم، بعضی موقع دانش آموزا میگن معلم ها 2 به علاوه 2 رو درس میدن امتحان گرفتنی انتگرال، بعد اینو میگیم آقا اینجوری رادیکال 8 رادیکال 8 به علاوه مثلا 3 رادیکال 50 جوابش چقدر میشه. بعد یه جای دیگه میگیم آقا رادیکال 8 تو کتاب میگیم آقا یه جا رادیکال 8 ما میتونیم بنویسیم رادیکال 4 ضرب در رادیکال 2 میشه 2 رادیکال 2، رادیکال 50 رو میتونیم بنویسیم رادیکال 25 ضرب در رادیکال 2 میشه 5 رادیکال 2. خب ترکیب این دو تا درس میشه این سوال، حالا تو کتابم هست. پس من به جای بنویسم 4 رادیکال 2 این میشه 3 ضرب در رادیکال 50 شد 5 رادیکال 2، 2 رادیکال 2 نه 4 رادیکال 2 اولی، 2 رادیکال 2 بله 2 رادیکال 2 حق با شماست، این میشه 3 ضرب در 5 رادیکال 2 درست ده. حالا این همون 2 رادیکال 2 3 5 تا 15 رادیکال 2 میشه چند تا 17 رادیکال 2. حالا اگر یه زمانی تو امتحان نتونستید، اولا امتحان عدد بزرگی نمیدن، نتونستید تشخیص بدین که اون عدد زیر رادیکال و ضرب چی بنویسم، تجزیهش کنید که یکی توانش با فرجه ساده بشه اگه تواندار نوشت. خب حالا این سوال جواب بدید. نه اون قدیم بود ادرازی امتحان ندادن پارسال، پارس خودرو جا نداشت، بعد صبا
دوازدهم نهایی رو فرستاده بودن تو پارس خود رو از جای دیگه، اینا چون بعد از ظهر امتحان دادن جا نداشتن همه را بردن سید رضی. آقا الان 8:50 هر کی ورزش داده بره کلاسمون. بچه‌های بی خانمانن دیگه. خب بنویسین حاصل را به ساده ترین صورت بنویسین. حالا شاید پارس خود دو نوبت هم بشه با این افتضاحی که خب سه رادیکال 48 منهای 5 رادیکال 75 علاوه 2 رادیکال 27 4 رادیکال 32 علاوه 5 رادیکال 18 5 رادیکال 27 منهای 4 رادیکال 18 علاوه 3 رادیکال 3. خب السید ماهان حسینی در آوردین شما اومدین بذار یکی دیگه اینو فرزام یادم ولی فرنام امروز چه جشنی بگیریم ما به به قهرمان جشن قهرمانی تو آزادی استقلال میگم دیگه رضا نبین تلویزیون زرزه سکته میکنه ببینه خب بیا خب 48 چی میتونی بنویسی؟ 48 میتونی بنویسم 2 تا 24 تا ببینم 24 یه دقیقه وایستا دیگه تبا 24 جذر داره یا 22 24 جذر داره یا 2 شما دو تا عدد که مینویسی باید یکیش جذر داشته باشه دیگه یعنی چی 4 جذر 24 میشه چی؟ جذر نه 24 جذر داره نه 2 4 جذر داشته باشه بنویسیم 2 رادیکال 8 نه خب بزرگتر از اون میتونیم بنویسیم خب نمیتونیم اولا اینجا که رسیدی باید برمیگشت تجزیه میکردی 48 نمیتونیم بنویسیم 3 ضرب در 16 16 جذر داره دیگه مگه میخوایی مشکی ها بیا لبا مشکی بینیش پس 3 ضرب داره 16 ضرب داره 3 درست منهای 5 نه 5 خوردی
یه دونه منهالی، نه دوتا. خب حالا شما نکن پایین بذار. خب شما الان 75 رو ضرب داده چی بنویسی؟ 75. اگر شما اینو درست خودت نوشته باشی میگی من اینجا 3 دارم. 75 تقسیم بر 3 چقدر میشه؟ 25. پس اینا میگن 25 در داره 3 دیگه، یعنی یه عدد مشترکی داشته باشن، درسته؟ اون چی نوشتی تو؟ اون بر بایستان بر بایستان بچه ها نها کنید، نه ضربت ضربه، نه پنجت پنجه. بابا این دستمال داره ولش کنه، دستمال داره ولش. خب 25 ضرب در 3 به علاوه 2 رادیکال عمر وایسا. ببین اگر شما توی نوشتن اینها مشکل دارین، ضرب یه مقدار ضعیفین، سریع عددهای مختلف میشه امتحان کرد، دو رقمیه دیگه، دو ده رقمی که نیست. خب شما عددهای مختلف امتحان کن، اگر مجذورها رو بشناسی، مثلا مجذورها 4, 9, 19 الی آخر سریع به ذهنت میاد و یه مقدارم تمرین، یا باید انقدر تمرینت زیاد باشه اینا رو که میبینی از 4 تا 100 عددها خیلی نیستن که مجذور دارن. خب 75 مثلا میگیم چه عددی میتونیم بنویسیم؟ عدد باید زیر 70 باشه دیگه، نمیتونم مثلا 64 ضرب در عددی کنم. اینا تو ذهنت به قول من تمرین کنی به راحتی مینویسی. حالا جذر 16 چقدر میشه از اولی زیر رادیکال؟ 4 میاد بیرون در 3 ضرب میشه. جلوی مساوی بنویس چه میشه؟ خب 4 3 تا 12 رادیکال 3، درسته؟ دومی میاد بیرون ضرب داره 5 میشه، میشه 25 رادیکال 3. سه دو تا 6 3. خب حالا 12 منهای 25 میشه 13 به علاوه 6 میشه منفی 7. منفی 7 رادیکال 3 مش متوجه شدی؟ بله. ولی باید تمرین کنی که تو امتحان بدون مکس. الان به تو یه گواهینامه دادی ولی فردا راننده نیستی، باید بری تمرین کنی. ببینم ندی سینا بیا، تو حل کردی، تو اومدی با اون قرمزه میتونی بنویسی تخته. خب الان 32 رو چی بنویسیم؟ میشه 16 ضرب در 2. پس اینجا مساوی بذار 4 رادیکال 16 ضرب در 2. به علاوه 5 رادیکال 27 چی بنویسیم؟ 27 3 میشه 3 ضرب در 9. آره حتما نباید همیشه همه ی رادیکال ها زیر رادیکال هاشون مثل هم بمونه. خب 18 هم اینجا خودش 3 جا داره، یعنی اینطور بفهمید نه نه 6 3 تا نه 6 جذر داره نه 3 9 ضرب در 2. این هم که خودش 3 رادیکال هست. حالا مستان جا نمیشه زیرش بینیمش. این 4 رادیکال 4 میاد بیرون در 4 ضرب میشه، میشه 16 رادیکال. 9 جذرش
در 5 ضرب میشه، میشه 15 رادیکال 3. 9 هم 3 میشه 4 تا 12. 16 رادیکال 2 اضافه 6. اونم که خودش. حالا اونا که رادیکال دارن با هم الان این رادیکال دو یا دو تا میشه چند؟ ماست نداری؟ سرما خوردی یا مثل اینکه؟ نه سرما نه داری ماست نهی بردی بزن ماست کنی. 15 رادیکال 3 در به 3 رادیکال 3 خب بش آقای فرنام خان جهانگر متوجه شدی؟ اینم رادیکال ها اونایی که گیر دارن تمرین کنن آره همش تبدیل و تو امتحان ترم حالا نمونه سال بهتون میدیم و میبینید تعداد رادیکال ها زیاد نیست به خاطر بارومش چون کل کتابه است. کل کتاب کم باشه باروم کم میشه، باروم که کم باشه سوال کوتاه‌تر میشه چون آسونه میخواین بالای 18 19 بشید دیگه، نه اینکه بالای 15. به قول دو همکارمون اگر دانش آموز برای دهه آره اینو نخون اونو نخون اینم بارومش. شانس آوردین نهم هشتم هفتم گذاشتن آخر تو پارس بود. خب بریم سوال دیگه ای از معادلات. این کتاب تو بردار اینجا جا میمونه. بریم سوال خط دی به معادله دو ایکس منهای 3 وای مساوی 6 را رسم کنید. این الف ما همیشه می نویسم الف یادم میفته. ب خطی بنویسید، معادله خطی را بنویسید، معادله خطی را بنویسید که با خط دی موازی باشد و از نقطه آب مختصات 3 و 4 بگذرد. جیم شیب خطی که از دو نقطه آب مختصات 4 و 5 و بی به مختصات 3 و 7 می گذرد را به دست آورید. بنویسید تمام ماسک تو بزن عادت نداری دیگه اگه مثلا
یعنی مرد شدی؟ ریشاتو نه نزدید مدام اونو خواهد مدسه نمیری؟ تو مدسه نمیزنی؟ تو مدسه در میری نماز کن؟ نه میگم باید ریشو اون در بیاد بزنی شماره نمیگم که ایشو نمیگم بلند جفت اونم دردم مشترک اه؟ حل کردی تو؟ همه رو؟ نه جیمش بیا بریم سوینا بیا معادله استاندارد نیست، بعد استاندارد البته بگم که میتونید برای رسم استاندارد کنید، استاندارد نکنید، هر کدوم راحت ترید. گفته رسم تو فقط استاندارد کرده اصلا سوال نگفت استاندارد این چجور محور کشیدن چرا محور رو فقط یه ناحیهش کشید ناحیه 3 و 4 احتمالا ناحیه تو ناحیه اول یه جورایی هست نمیدونم از ناحیه سوم نمیگذاره احتمال ببین اول اندت بهتر صفر آس آره صفر بدیم میشه منفی دو منفی دو کاملا درست خب سه و سه امیدوارم جاشون اشتباه نکن درست ولی آن درست میگه که یه معادله خطی بنویسیم که با این موازی باشه شرط دو خط موازی چیشون مساویه؟ شیبشون پس معادله خطی که میخوای بنویسی شیبشو داده شیبش دو سوم شیبش دو سوم بله یعنی ایگرگ مساوی دو سوم نگو بذار بنویسه دو سوم ایکس حالا این به ما گفته که اگر بعلاوه بی بعلاوه بی بعلاوه بی چه مشهوره اگر سه بذاریم جای ایکس جواب میشه چهار یعنی چهار مساوی است با دو سوم دو سوم ضرب داره سه دیگه سه بعلاوه بی سه با سه ساده میشه دو چهار مساوی است با دو به علاوه بی دو مساوی است با بی بی هم به دست آوردی همینجا بنویسی همینجا ایگرگ مساوی نرو اونجا همین زیرش بنویس ایگرگ مساوی جا پیدا نمی کنن جواب آخره سوم ایکس به علاوه دو دورش کادر بکشید خب جیم شیب برابر با چی؟ مساوی است با تفاضل عرضها به تفاضل طولها هر کدوم هم دوست داریم کاملا درسته بر روی x a منهای x b x b مساویه نه اول ایگرگ ها پنج منهای هفت بر روی چهار منهای مساوی میشه با چقدر؟ مخرجم که میشه یک هیچ پس پایین بنویس آ مساوی منفی
پایین بنویس آ مرسی بچه اگه سوالی دارید بگید کاملا درست خب سوالی نیست قسمت جیم رو میگی؟ اون آه جی ایکس نیست خب قبول شدنتون بی خود نبوده توی واحد هایی که من تو علامه دوره میکنیم بعضی از دانش آموزا چون آنلاین بودن و کار نکردن آره چون اینجا آره اونجا خیلی مشاوران دانش آموزا زیاده مثل شما نیستین که 10-15 نفر باشه آقای محمودی همه جور بعد اشکال داشتن و آزمون آره دیگه نمیگم همشون ولی خیلی هاشون بعد آزمون جامعه که دادن توی واحدهای علامه دبیرستان ما اول شده خب ما میفهمیم که اونا چقدر ضعیف ترن خب واحد پاسداران میشه پاسداران فاطمی تو فاطمی هر واحد را توی خیابون یا نزدیک خیابونش اسم بذاریش خیلی خب آتیلا تخت را پاک کن ببینم سوال بعدی را چه میکنیم بچه توی خونه خوابیدین نه سوال میپرسین چی؟ الان بپرسن بلد نیستن اگه بلد باشین خیلی عالیه نه من تا حدودی میتونم بفهمم کدوم دانش آموزا بلدن ناقص بعضی بلد نیستن نمیخوام اینجوری حالشون رو بگیرم خب یه دونه خط داریم نگاه کنید یه خط بنویسید معادله خط زیر را بنویسید سوال معادله خط زیر را بنویسید خب ببینم از شکل استفاده کنید و مختصات دوتا نقطه بیارید و اینا نه به کمک شکل چون به کمک شکل هم میتونیم شیب رو پیدا کنیم هم عرض از مبدا رو بچه های خونم این سوال بلدن دست بلند کنن اینها این اسامی رو بیار بالاتر اینا آره کس ممکن است به اصطلاح ساده هم بشید یه دقیقه واسه میبرد از خونه کسی نیست از بچه هایت اون برد سوال نکنیم خوابش رو میبره دستت نوشتی؟ خب ورق نداری؟ چک نویس نداری؟ حالا بگیر بنویس دیگه بیار بینم دستت و بیار من ببینم شیوش
علامتش اشتباه کرد. اینو چجوری نوشتی؟ چهار میگم بلد نیستم فصلی ولی چون چهار بود همجوری؟ این درسته؟ نه نه؟ بله شما چی؟ ببین نوشتی؟ بچه شما میتونی معادله رو بنویسید بله سختش کنیم باشه یه جا اشتباه کرد ماهان جون یه مقدار داریم برای ترم دوره میکنیم حالا بچه ها مدل خط پرسیدن شیب به خاطر اون خب ایلیا دستتو بیار بالا ببینم چجوری حساب کردی آزاد نیا بازش کن تبا برای خودش داره می نویسه روشن نشد باز نشد میکروفونش سلام سلام میتونی بگی چجوری نوشتی بله استاد استاد عرض از مبدا رو از طریق ایگرگ به دست میاریم یعنی ایکس و صفر میذاریم طول از مبدا رو از ایکس به دست میاریم یعنی ایگرگ و صفر میذاریم میاریم این برای معادله پسر هنوز معادله رو نداریم که ما عرض از مبدا رو ایکس به صفر نه خب استاد عدد داریم من عدد گذاری کردم یعنی اول گذاشتم استاد گفتیم که گفتیم ایگرگ خب ایگرگ رو مساوی نوشتیم ایگرگ بعد ایکس رو اصلا چیزی ننوشتیم عرض از مبدا رو نوشتیمش چهار بعد عرض از مبدا به دست آورد بعد اومدیم طول از مبدا رو حساب کردیم خب شیبو چیکار کردیم استاد چی بشه اومدیم گفتیم خب این 6 بخواد بشه یه عدد به قول معروف بعد کسری در بیاد من عددی که تنها اول به ذهنم رسید 2/3 بودش گوش کن گوش کن گوش کن نه گوش کنید گوش کنید گوش کنید یه کتاب یادتون رفته یاد نکنید ببینید عرض از مبدا از روی شکل خب جایی که محور عرض و خط چهار قطع کرد بی یعنی عرض مبدا شده چهار خب شیب از روی شکل اگر خط رو داشته باشیم میاییم یه مثلث قائم الزاویه تشکیل میدیم که خط ما وترش باشه بعد شیب میشه ضلع عمودی اگر زاویه تند باشه شیب ما مثبت خب میشه ضلع عمودی 4 به ضلع افقی 6 دیگه منفیش هم نمینویسه میشه چی؟ 2/3 چون توی مثلث منفی معنی نداره ایگرگ مساوی میشه با 2/3 ایکس به علاوه 4 ایلیا فکر کنم همینو نوشته بود ولی توضیحت الان من از این راه میخواستم بنویسم 4/6 آره پس اگر توی امتحان شکل رو داشتیم نوشتن و معادل خط خیلی راحت تره تا اینکه بیان میتونستید مثل سینا بیایید بگید آقا این نقطه آ این نقطه بی آ مساویس با 0 و 4 بی مساویس با -6 و 0 شیبشو پیدا کنید و فرمولا جاگذاری کنید و اینا این طولانی میشد ولی این سریع تره خب حل شد تو شیب رو به دست می آوردید در ایگرگ مساوی آ ایکس به علاوه بی جاگذاری می کردید نیکان امروز نیست نه؟ نیست قهر کرده رفته خب پاک کنم بچه ها کجا رفته؟ خب سوال یه سوال دیگه به مثل همین دیگه اینو سری اینو
تبا برو بمشونو بر حالا همه رو مریض میکنی برو آنلاین گوشون آره آره اون برش آره بیمش اینجا باریکلا ببخشید آه. برو آنلاین اون بر یه لپتاپ از آیه خب یکتون بیاد اینجا بشینید خب اوپرا این خط سوال معادله خط زیر را بنویسید شیبش میشه چی؟ منفی میشه آره چون زاویهش بازه شیبش میشه منفی خب ایلیا یکی دیگه ایلیا الان جواب داد یکی دیگه رضا رو باز کن این زاویه بازه دیگه زاویه با جهت مثبت محور یکسان زاویه که تشکیل میشه این مثل قبلیه دیگه فقط چون اومده این بعد با هم منفی شه بشه دیگه یعنی میشه خب عرض از مبدأش چقدره عرض از مبدأش 3 مثبت 3 شیبش چقدره شیبش گفتیم 3 پنجم منفی 3 پنجم منفی 3 پنجم درسته میشه ایگرگ مساوی 3 پنجم ایکس به علاوه 3 منفی 3 پنجم ایکس به علاوه 3 بله خب این سوال گویا ساده بوده آقای آقای بختیاری نمیگم که بد توضیح میده کسی حرفی نمیزنه در مورد آقا باید خیلی تیکه میندازه چه تیکه به کی؟ به کجا؟ مثلا به تبا تبایی گفته بود هرچی اینجاد میگیره نه به من بگو چی؟ به تبا تبایی گفته بود هرچی حکیم یاد میگیره نه به من بگو خب قشنگ نیست بعضی از نه بعضی از معلم ها حساس هایی خودیان شما بلده هیچ منظوری هم نداره خب یه سوال پرسیده میشون خب بلده ذوق میکنه جواب بده حالا این روه گفتن دانش آموز با راه حل اون عین گفته اون نیست خب من باشم میگم تشویق میکنم خب بلدی بیا بنویس همونو توضیح میدم ولی بعضی هم میگن نه چون جای دیگه یاد گرفته چرا مثلا میای اینجا آره اون بعضی ناراحت میشن نمیدونم خط ایگرگ مساویه با ایگرگ مساویه دو ایکس به علاوه یه سه آقای بختیاری به تو درس داد آتیلا نه معلم خصوصی رو میگم خط ایگرگ مساویه دو ایکس به علاوه یه سه در نقطه آ با خط 5 ایگرگ مساوی است با یک منهای 4 ایکس برخورد می کند
من میگم بچه‌ها من اومدم به شما درس یاد بدم، هر کسی دیگه به شما درس یاد داد به من کمک کرده، دستش درد نکنه. منتها یاد بگیرین، حفظ نکنید. بعضی حفظ میکنن میان معلم عصبانی میشه. کدام خط از نقطه آ میگذرد؟ کدام خط از نقطه آ میگذرد؟ این تستیه. ماهان گفت سختش کن، خواستیم سختش کنیم. دو ایکس ایکس علاوه منهای دو ایگرگ علاوه ایک مساوی صفر، دو پنج ایکس علاوه دو مساوی هفت وای، سه ایکس علاوه چهار ایگرگ منهای یک مساوی با صفر، چهار آقای بختیاری معلم خوبیه، منتها اگر از کتاب روخونی نکنن بچه ها، خودش جزوه بگه بچه ها راضی تر میشن، جزوه نمیگه، درسته؟ آره. اگه از اول بگه بچه ها، تون کتاب سر و ته نداره، کتاب را کی میفهمه که پارسال 20 شده باشه؟ اون کسی که پارسال ضعیف بوده یا یادش رفته از روی کتاب یادش نمیاد. شما باید کلیات درس رو بدونه، صفر تا صد رو بدونه، معلم این وسط اینا رو توضیح بده، راه نمایی. اما تو مدرسه دولتی هم نمیشه مثلا شما پاسپورت رو باید هفته میگفتیم سخته بگو شما میگفتید حالا من هفتم برای شما یه زنگ میمدم یادته، بعدش هم کشش نداشتن. نه اینا رو نمیشه اونجا گفت، اینا رو اینجا نمیشه گفت، کتاب رو. نه من یکی دو تا گفته بودم، بعضی از دانش آموزان اذیت میشدم، من میدیدم دیگه شما بودی و دو سه نفر جواب میدادن. آره ما چون فرصت درسم نداشتیم یه روز میمدیم، حالا بر مبنای خلاقیته میذاشتم که ببینم کیا مثلا میتونن تحلیل کنن یه چیزی بنویسن. اون دانش آموز خودش نشون میداد که پایه‌شو داره. نه نه من یه جلسه با اینا چیز داشتم دیگه، چی میگه اسمش چی بود، فوق برنامه، معلمشون آقای بختیاری بود، من یه جلسه فوق برنامه داشتم. ماهان کجاست؟ من راهنمایی میکنم، وقتی میگه این خط با این خط متقاطع، پس اینا رو در یه دستگاه حل کنید، یه جوابی به دست بیارید. خب بیار همه رو، یعنی دستگاه یه طرف ایکس فرنام توی دستگاه ایکس و ایگرگ یه طرف باشه، اینو بیاریم و شما دستگاه اینجوری خوندید، چهار ایکس به علاوه پنج ایگرگ مساوی یک، اینا میاریم ور، منفی 2x به علاوه y مساوی است. این یه دستگاه. شما دستگاه رو تو کتاب اینجوری دیدید، درسته؟ بله. این دستگاه رو میشه از راه جایگزینی حل کرد. به جای y 2x حالا شما اینجوری بنویسید کن، هر جوری بلدی. اگر دستگاه رو شما اینجوری تو کتاب خوندید، معادله هر جوری بود جابجا کنید دیگه. حالا اینو حل کنید، یه جوابی به دست میاد. x و y اون مختصات نقطه آ میشه. نه شما همونجوری حل کن، دستگاه رو هر جوری دوست داری. دستگاه اینا رو با هم جمع میشن؟ اگر جمع کنی دو طرف واره دیگه، اگر جمع کنی ضریب ایکس ها با هم جمع میشه، ضریب ایگرک ها با هم جمع میشه و اون عدد های صحیحش عدد خالیش هم با هم جمع میشه. ایکس چند شد؟ ایکس منفی یک. درست. خب حالا این منفی یک و یک رو بذار توی این مختصات این معادلات، ببین در کدومش صدق میکنه. گزینه 3 منفی 1 میشه منفی 3 وای
بردم. چه گزینه‌ای نیست؟ بیا حل کن اینو. آقا تو خود جوابش میگم پس چی من اصلا خوب نیستم ولی خب. بیا حل. حالا همون بیام ببینم میتونم پس چجوری حل کردی یکی به منفی یک داره بردی؟ آقا تو چیزی شما گفتی دستگاه رو حل کردی. خب دستگاه رو حل کن دیگه. اصلش دستگاه حل کردن دستگاه. خب پایین میتونی بریم چه مشکی برده بینیم. آمدی دستگاه نوشت اومدیم گفتیم قرینه کنیم من ایکس رو خواستم قرینه کنم بسیم دو ضرب در این خب این که جلوش وایست اونجا نمیشون جلوش فلش بزن آکولاد باز کن یا آکولاد باز کن معادله اول خودش رو بنویس برای خودت تو خلاصه نوشتی حالا پایینی رو ضرب اون ببین دو ایگرک شده دو ضرب داره خب منفی 4 x به علاوه 2 y مساوی با 6 زیرش خط بکش جمع کن حالا x ها قرینه میشه x ها قرینه میشه y ها جمع میشه 7 y مساوی 7 نتیجه میگیریم y مساوی 1 خب دور این یه کادر بکش معلوم باشه که اینو به دست آورده خب آره هم حالا اینا تو اینجا جاگذاری میکنیم 4 x من اولیه رو جاگذاری کردم و علاوه 5 مساوی 1 خب مشخصه دیگه پس x 4 x مساوی با 4 x مساوی 1 منهای 5 4 x مساوی با منفی 4 x مساوی منفی 1 اینم دورش کادر بکش بذار بزرگتر بنویسم الان یادش خب حالا این جواب را باید در اینها جاگذاری کنیم کدوم صدق میکنی شو میگه در معادله گزینه سوم در گزینه سوم جاگذاری کنیم خب اینج از اینجا سه ضرب در منفی 1 میشه منفی 3 به علاوه 4 ضرب در 4 منهای 1 این دو تا با هم جمع مساوی با 0 این ور میشه 0 اونور هم 0 پس صدق میکنی گزینه سه آفرین تو چی رو میگی من معادل فصل 6 رو نفهمیده یه دونه سوالتون دستگاهه فهمیدین؟ بچه ها فهمیدین یا نه؟ اینا تو که خونه خونسان نفهمیدن نه نفهمیدن نهار رو خوردن خوابیدن بعضی هم قبول شدن فکر میکنن که دیگه آخرشه مثلا دیگه آره ماهان رو باز کنم اینا رفت خوابید خیلی خوب پاک میکنیم چی؟ گفته ما بی داریم اینا همش حاشیه هست آه حاشیه هست آها خیلی خوب یه سوال ببینم اینو چه میکنید اینو من راهنمایی کردم آتیلا حل کرد اما قرینه مبتکرانه آره دیگه سوال های مبتکرانه مال کتابه چه سوالی تست از نقطه به طول 2 متعلق حالا میگه آقا متعلق چیه به خط 2y به علاوه 3x مساوی 0 خط عمودی بر آن رسم می‌کنیم معادله خط
خط عمود کدوم است؟ بچه دو خط عمود باشن شیواشون قرینه معکوس همه، درسته؟ همه چی داده دیگه. گزینه یک میگه ایگرگ مساوی دو سوم ایکس، گزینه دو میگه ایگرگ مساوی با دو سوم ایکس به علاوه 13 سوم، گزینه سه میگه ایگرگ منهای ایکس به علاوه دو مساوی صفر، گزینه چهار میگه سه ایگرگ منهای دو ایکس به علاوه 13 مساوی با صفر. از کجا فهمیدین؟ خب چند لحظه صبر کنم به ما بگونم چجوری حل کردی. خب شیبشو به دست آوردی، درسته؟ شیباشون قرینه معکوسه، یعنی عرض از مبدا، اون عرض از مبدا نداره، اینم عرض از مبدا نداره، اون نقطه به طول دو رو برای چی داده؟ شما اون دو رو میذار توی معادله، مختصات یه نقطه رو به دست بیار، طولشو داده، عرضش هم به دست بیار. شیب به دست آوردی، درست، یه نقطه داری، شیب هم داری، جاگذاری کن، عرض از مبدا رو به دست بیار. باز کن میدم چجوری. امیر مهدی، صالح المهدی، سلام استاد، از من هست؟ صدای من هست استاد؟ یه ذره بلندترش کنم اینو. ساله قد شد. صدام هست؟ بله بله، بگو بینم. امیر مهدی چه کردین؟ هستم. بله هستش، بگو. نتت ضعیفه امیر مهدی، بذار برو جای ایکس گذاری کردم کن دو چهار. امیر مهدی صداش خیلی قطع بست. بچه نقطه داریم، طولش دوه، عرضشو نداریم، رضا رو بست. آقا مهری، من نمیدونم درست نه، ولی اومدم دو ایگرگ به علاوه سیکس مساوی صفر رو سیکس رو بردم اون بر، چون منفی سیکس دو ایگرگ میشه مساوی منفی سیکس، درسته؟ بعد جای ایکس دو گذاشتم، جای ایکس دو بذاریم، بله ایگرگ میشه چقدر؟ میشه دو ایگرگ مساوی منفی شیش، ایگرگ میشه منفی سه، منفی سه برسه بودم. بعد تو چهارومی، بعد اگه آقا تو چهارومی هم این کار رو انجام بدیم جواب درست هم، یعنی جای گذاری کنیم. من اینطوری به دست آوردم. بقیه درست در نمیاد، اینا هم درسته. نه دیگه بقیه درست در نمیاد، مثلا سه را الان منفی نقطه روی خط هاست. اگر من به جای این منفی سه بذارم، به جای این دو بذارم، میشه منفی نو با منفی چهار، من درست. اما معادله شو بخواییم بنویسیم، بچه اینو استاندارد میکنیم، ایگرگ میشه منفی سه دوم ایکس، شیبش منفی دو سومه. من خطی که میخوام بنویسم باید برای این عمود باشه، قرینه بشه، مثبت معکوس دو سوم. رضا این درسته تو تست؟ مشکلی نداره. حالا شیبو دارم، یه نقطه‌رم دارم، شیبو داشته باشم، ایگرگ مساوی آی ایکس به علاوه ب که فرمول معادله خط ماست، ایگرگ میشه چی؟ دو سوم ایکس به علاوه بی. بی رو ندارم، اینو در معادله جاگذاری میکنم، میشه منفی 3 مساوی 2 سوم ضرب در 2 به علاوه b، مخرج 1 میدیم، b میشه چی؟ این میشه 4 سوم، میاد اینور میشه منفی 3 منهای 4 سوم مساوی است با b، مخرج 1 میدیم، b میشه منفی 13 سوم.
معادله ما ایگرگ مساویست با دو سوم ایکس منهای 13 سوم. اما هیچ کدوم از اینها مثل این نیست، این به علاوه است. اینو باید ضرب در 3 کنیم، میشه 3 وای مساوی 2 ایکس منهای 13. حالا همه رو بیاریم اینور میشه 3 وای منهای 2 ایکس به علاوه 13 مساوی 0. راه رضا برای تست مناسب تر و سریع تره. حالا من خواستم معادل خط تا اینجوری بنویسیم که ببینید چجوری. خیلی خوب بچه ها خسته نباشید. خب برای امتحان ترم دست کم نگیرید، حالا تست کار کردید و کتاب رو ببینید و نمونه سوال رو ببینید. ما میخواییم نمره کامل بگیرید، خدایی نکرده دبیرستان خوب قبول بشید، برید ثبت نام با نمره 16 15 نرید، نمره بالای 19. خب این نه، این نه، ممکن موازی آره ولی عمود نه. خب دانش آموزی که سخت تمرین میکنه در ورزش هم همینه دید، در مسابقات ورزشی هم راحت تر مسابقه میده. اما دانش آموزی که تمرین کم میکنه سر جلسه امتحان انرژیش میفته، سوالای ساده رو هم بلد نخواهد بود. خسته نباشید. مرسی. آخرین جلسه هم بود؟ آخرین جلسه چی داریم دیگه؟ چی میگم بهش؟ شخصی؟